تو و امثال تو را مقتوع میکردن. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما به نام ایران، به نام تمام جاویدنامان راه آزادی میهن، درود به شما ملت قهرمان ایران. کیوان کوروش آریامر هستم با یکی دیگر از برنامه‌های زاگروس، ویژه برنامه نیروهای نظامی، مهمان شما خواهم بود. امروز جمعه 18 ماه اکتبر 2024 برابر با 27 مهر ماه 2583 هخامنشی. در این بخش از برنامه به موضوعات زیر خواهیم پرداخت. نخست پیام شاهزاده رضا پهلوی، رهبر انقلاب ملی، در واکنش به اولین بیانیه مشترک اتحادیه اروپا با شورای همکاری خلیج فارس و مطرح کردن ادعای بی اساس اشغال جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس، و موضوع دوم به هلاکت رسیدن یحیی سینوار، رهبر گروه تروریستی حماس در غزه. سوم پاسخ به دو سوال عمده هموطنان، یک، موج سراسری حضور در خیابان‌ها کی خواهد بود؟ و دوم، وضعیت خیابان‌ها، رفتار هموطنان آزادی‌خواه چگونه خواهد بود؟ چهارم، بررسی میدان آزادی، آیا مناسب تجمع هست یا خیر؟ پنجم، مقایسه شرایط پلیس در ایران فعلی و با پلیس در کانادا. و ششم، گفتگوی با ارتشیان و نیروهای انتظامی. خب بخش نخست برنامه رو آغاز میکنم. شاهزاده رضا پهلوی، رهبر انقلاب ملی، در واکنش به اولین بیانیه مشترک اتحادیه اروپا با شورای همکاری خلیج فارس و مطرح کردن ادعای بی اساس اشغال جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس، بخشی از گفتگوی خود با شبکه اسکای عربی رو منتشر کردند. متن پیام شاهزاده رضا پهلوی گرامی: اگر شورای اروپا در مقابله با تهدید جمهوری اسلامی جدی بود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده و از فعال کردن مکانیسم ماشه سازمان ملل علیه رژیم حمایت می‌کرد. در عوض با تحریف تاریخ و نقض‌های استعماری تمامیت ارضی ایران به مردم ایران توهین می‌کند. حاکمیت ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا در خلیج فارس قابل مذاکره نیست. ایشان همچنین در صفحات مجازی خودشون به زبان فارسی نوشتند: رژیم جمهوری اسلامی با اقدامات خرابکارانه، تروریست و باشخواهی ایران را به انزوا کشانده و جایگاه و احترام ایرانیان را در جامعه بین المللی خدشه‌دار کرده است. زیر سوال بردن حق حاکمیت ملی ایران بر جزایر سگانه ایرانی در نشست مشترک کشورهای عربی خلیج فارس و اتحادیه اروپا از پیامدهای ضعف و زبونی جمهوری اسلامی است. این رژیم ضد ملی بزرگترین تهدید برای آب و خاک و تمامیت ارضی ایران به شمار می رود. خب بینندگان محترم، همونطور که سخنان شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدید، برای پایان دادن به همه این جنایات رژیم تبهکار جمهوری اسلامی میپایست به پا خیزیم و با همبستگی این رژیم جنایتکار رو به زباله‌دان تاریخ بیاندازیم. این اقدام اتحادیه اروپا و کشورهای عربی رو محکوم میکنیم و همه مبارزین در سراسر دنیا میبایست اعتراض خودشون رو اعلام بکنن در کشورهای اروپایی با تجمع در مقابل اتحادیه اروپا، به اینها نشان بدهیم که دوباره از این گستاخی ها در مقابل ملت ایران نکنند. بخش دوم برنامه مربوط به هلاکت رسیدن یحیی سینوار، رهبر گروه تروریستی حماس در غزه است، و
و با عرض شاد باش به ملت ایران به مناسبت به درک واصل شدن این تروریست و نابودی حماس. جمهوری اسلامی همونطور که آگاه هستین هر روز ضعیف و ضعیفتر و به سمت سقوط داره پیش میره. ما میبایست قدر فرصتها رو بیشتر بدونیم و با همبستگی این رژیم جنایتکار اسلامی رو نابود بکنیم. بخش سوم برنامه مربوط هست به ویدئویی هست از جناب سروان فریبرز کرمی زند، کادر پیشین پلیس ایران، در پاسخ به دو سوال عمده هموطنان. یک، موج سراسری حضور در خیابانها کی خواهد بود؟ و دوم، وضعیت خیابانها، رفتار هموطنان آزادی خواه چگونه خواهد بود؟ جناب شورایتی گرامی، ویدئوی شماره 4 رو لطفاً پخش کنید. سپاسگزارم. با هموطنان عزیز، فریبرز کرمی زند هستم. این روزها سوالات زیادی از سوی شما به دست ما میرسه، اما دو مورد از این سوالها بیشتر تکرار میشن. یکی این که خیابانها دوباره کی شلوغ میشه، موج اصلی کی دوباره فراگیر میشه، و دیگری این که با شروع موج بعدی چه اتفاقی در داخل خیابانهای ایران خواهد افتاد. در خصوص سوال اول خدمتتون عرض کنیم که چیزی تموم نشده، یک فروکش مقطعیه، میشه گفت یک تجدید قواه، یک زمان و یک فرصتیه برای اینکه هموطنان تجدید قوا کنن، مسائل رو بررسی کنن تا بتونن در گام بعدی قدم بهتری رو بردارن. با شرایط فعلی که در ایران وجود داره و به سمتی داره میره که تحملش برای مردم غیر ممکن میشه و با جنایات و ظلم هایی که جمهوری اسلامی انجام داده و هموطنان اون رو فراموش نکردن، این موج بعدی دور نخواهد بود. اما در مورد سوال دوم که چه اتفاقی در داخل خیابان های ایران خواهد افتاد، در طی این 5-6 سال مردم ایران چند قیام بزرگ رو انجام دادن، 96، 98، 1401 که الان ما در ادامه اون قرار داریم، و چند شهر و استان هم به صورت مجزا خودشون اعتراضات میدانی رو داشتن، مثل آبادان، اصفهان و چند شهر دیگه که الان حضور ذهن ندارن. هموطنان به یک موضوع کاملا دیگه پی بردن، اینکه جمهوری اسلامی رحم نخواهد کرد و رحمی هم نکرده. ویدئوهایی که از جنایت جمهوری اسلامی منتشر شد خوی وحشیگری این رژیم رو کاملا نشون داد. این ویدئوها بخش کوچکی از این جنایتی بود که در سر تا سر ایران شکل گرفته، و از اونجایی هم که انسانها در برخورد با خطرات جسمی و فیزیکی آموزش پذیرتر میشن، یعنی مسائلی رو که مرتبط به حفظ جونشون باشه رو سعی میکنن سریعتر یاد بگیرن و از خودشون مراقبت کنن. تجربه های 96 و 98 و 1401 رو دارند و میدونن جمهوری اسلامی چه کاری میخواد انجام بده. بنابراین برآورد ما این خواهد بود که هموطنان در موج بعدی که دور نخواهد بود، به محض خروج از منزل و در همون خیابون‌های فرعی نزدیک خونه خودشون، دودمان جمهوری اسلامی رو نورانی خواهند کرد. یعنی راهی جز این نمی‌بینند. در حق کودکان جنایت کردن، در حق زنان، دختران، دانش آموز، دانشجو، بازنشسته، به هیچ کس رحم نکردند. و عوامل جمهوری اسلامی، مزدورانش، سرکوبگرانش، جنایتکارانش هم نمیتونن توقع رحم رو داشته باشن. خودشون کار رو به جایی رسوندن که هموطنان آزادی خواه ما حضور در خیابانها رو به عنوان یک تلاش برای بقا در نظر بگیرند، و ما فکر میکنیم که اون روز دور نخواهد بود. یعنی دودمان جمهوری اسلامی نورانی خواهد شد در موج بعدی حضور هموطنان در خیابانها. خب، سخنان کلیدی جناب سروان فریبرز کرمی زند رو شنیدین. بخش چهارم برنامه مربوط به بررسی میدان آزادی تهران که آیا مناسب تجمع هست یا خیر، یه ویدیویی هست، تحلیلی از جناب شهرام سبزواری گرامی از پرسنل اسبق ارتش رو ببینیم. جناب شورایتی گرامی، ویدیوی شماره 5 لطفاً. سپاسگزارم. با درود
شهران سبزواری هستم در راستای تولید محتوای آموزشی در خدمتون هستم. آموزشی انقلاب البته. در برخی از اسفشا و در برخی از کلاب ها در کلاب هاست عرض کرده بودیم که میدان آزادی محیط مناسبی برای تجمع و یا اینکه مقصد انقلابیون نیست. حال میخوایم با استفاده از نقشه هوایی ببینیم چرا این محیط مناسبی برای تجمع انقلابیون نیست. همونجور که خودتون مستظر هستید در گذشته تمام مراسمات دولتی رژه نیروهای مسلح یا مراسمات 22 بهمن روز قدس و مراسمات حکومتی در این میدون انجام میشد. به خاطر وسعت زیاد این میدون و قابل کنترل بودن آن و ضمن این که این میدون شرایطی داره که هر چقدر آدم درش جمع بشه هیچ فشاری به مرکز شهر و نقاط استراتژیک شهر نخواهد آورد. حال بررسی کنیم که چگونه این میدون قابل کنترل است. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید میدون بسیار بزرگ. ورودی خروجی‌های اصلیش از سمت شرق همون خیابون آزادی یا خیابون 24 اسفند سابقه که از میدان 24 اسفند یا میدان انقلاب میاد به سمت شهیاد و یا میدان آزادی. من اسم جدیدش رو میگم که دوستانی که جوان هستن و نوجوان هستن بهتر متوجه. خب این از سمت شرق وارد میشه این ورودی خروجی و از سمت غرب به سمت جاده مخصوص و شرک اکباتان و پایگاه هوایی مهرآباد یا فرودگاه مهرآباد میره. از بالا یک ورودی خروجی داره که امتدادش میخوره به میدان آریاشهر و پونک همینجوری ادامه داره تا بالا ترمینال غرب و از پایین یک ورودی خروجی دیگر هست که میره به سمت فرودگاه مهرآباد، انتهای باند فرودگاه مهرآباد یا ابتدای باند بستگی داره از کدوم بر در نظر بگیرید، پایگاه یکان شکاری و همینطور شیر پاستورزه و پادگان جی و متعلقاتی که طبیعت بدنی نیرو زمینی ارتش. خب با هم بررسی کنیم از قسمت شمال شرقی ورودی اول بررسی میکنیم، یعنی از سمت شرق قسمت شمال شرقی میدان آزادی. ببینید دقیقا همین خیابون که میبینید در امتداد دانشگاه صنعتی شریف و همینجور امتداد پیدا کرده تا وارد میدان آزادی شده، ما یه کنجی اینجا داریم. این قسمت دقیقا همین جایی که زوم میکنم باشه، اینجا فرماندهی مرکز فرماندهی بسیج منطقه غرب کشور و غرب استان تهران رو اینجا داریم. خب این یه پایگاه مهم و استراتژیک بسیج هست که پتانسیل انباشتن نیروها و دپوی نیروهای سرکوب رو در خودش داره، ضمن اینکه روبروش دقیقاً یک زمین خالی هست که می‌بینید محصور شده و میتونه یک محل خوب برای دپوی نیروها باشه. کاملا اینجا نیروها میتونن مستقر بشن بدون اینکه گزندی بهشون برسه و آماده باشن برای کنترل میدون یا هر گونه فشاری به کسانی که در میدون قرار گرفتن. خب این یک پایگاه بسیج به انضمام جایی که میتونن مخفی بشن یا دپو بشن به قول معروف استقرار پیدا کنن و لوجستیکشون رو از اینجا برقرار کنن که نزدیک هم هست به میدون، زیاد نیاز نیست جا به جا بشن. خب میام ضلع جنوبی رو در نظر میگیریم. اینجا پارک المهدی هست و دقیقا خیابون کناری پارک المهدی پایگاه بسیج مهمی هستش که البته متعلق به سپاه پاسدارانه، کمی از بسیج مستقله و اگه بچه های 88 خاطرشون باشه از همینجا به مردم از پشتوان همین پایگاه به مردم تیراندازی شد.
پس یه پایگاه بسیج اینجا داریم در امتدادش که باز مسجد هست و میبینیم که اینجا پتانسیل دارن که نیروها رو دپو کنن و میتونن اینجا باز دوباره یه حرکت خاصی بزنن. ضمن اینکه خود پارک واقعا معنی مناسبی برای اختفای نیروهای سرکوبگر هست. خب اینجا رو در نظر گرفتید. در این سوی ضلع جنوبی همونطور که ملاحظه میکنید، مشاهده میفرمایید، یک زمین خالیه که نظامی هم هست و دنیا نیرو میشه اینجا مستقر بشه و وقت مناسبش برای کنترل میدون و جمعیتی که داخلش که هستش استفاده ازش استفاده کنن و بهره ببره. همینطور که میبینیم اینجا کارخونه هلیکوپتر سازی هست و مرکز نظامی و راهی که مستقیم میره به ترمینال 4 پایگاه مهرآباد یا همون فرودگاه مهرآباد و وارد محوطه مهرآباد میشه. عرض کنم خدمت شما در ساعت اولیه اگه بخوایم به مراکز نظامی نزدیک بشیم، این یک تله رژیم و رژیم همینو میخواد در اصل که وارد مراکز نظامی بشن و با سرکوب شدید مردم، ضمن اینکه بگه میخواستن مرکز نظامی رو بگیرن رو بیاره. ببینید این محله باز میتونه محله برای مناسب باشه برای دپوی نیروها و کنترل. خب قسمت شمال غربی رو بررسی میکنیم. خب پایانه اتوبوس هاست که باز خودش پتانسیل مخفی شدن رو داره. قشنگ همینطور که ملاحظه میفرمایید اتوبوس ها و تاکسی ها اینجا هستن. کمی آن طرف ترش کلانتریه و شرک شهید فکوری و آپادانا که میدونید خودتون، تا برسیم به کوی بیمه و اکباتا. خب پس اینم با هم دیدیم. باز اینجا یک مقر مهم هست، ضمن اینکه مقر اصلی تیپ امام خمینی همونطور که میدونید در استادیوم آزادی، یعنی راهی نیست تقریبا با اینجا، مسافتی نداره. خب کمی بالاتر از این پایانه اتوبوس‌های شهری ما پایانه اتوبوس‌های بین شهری رو داریم، ترمینال غرب. همینجور که میبینید باندهای فرود هلیکوپتر دقیقا توش ترسیم شده و پایانه غرب کشور که در استان تهران هست اینجاست و محل مناسبیه باز برای اینکه بتونن نیرو جابجا کنن یا دپو داشته باشن، میتونن از این پتانسیل اینجا استفاده کنن و اینجا رو ببندن و نذارن شما از این قسمت حرکتی داشته باشید یا جابجایی داشته باشید. پس میدان آزادی یک میدان امنیتی است یا فوق امنیتی است که همه جوره قابل کنترل و بررسی هست. همانطور که میدونید زیر میدان آزادی به وسیله تونل‌های یا زیرگذرهایی به هم مربوطه که باز اونجا میتونن نیروهاشون رو مستقر کنن که اگر جمعیت بالا باشه خب کارایی نداره، قطعا کارایی نخواهد داشت، ولی با توجه به وسعت میدان آزادی و بزرگی میدان آزادی هر چقدر جمعیت بیاد توش اگه قفل کنن این جمعیت خروجش از این میدون خیلی سخت خواهد بود. ضمن اینکه فشار به جاهای استراتژیک دولت یا نظام نمیذاره، یعنی دغدغه‌ای برای کنترل این جمعیتی که وارد میدون شده ندارن. میخوان چیکار کنن؟ میخوان نماد ملی کشور که برج آزادی هست و مثلا تخریب کنن، یا ساختمان استراتژیکی است که دست اینا بیفته، محل مهمی هست مثل وزارت کشور، ساختمان مترو، ساختمان فناوری اطلاعات، ساختمان رایانه‌ای نیروی انتظامی یا ساختمان هایی که
خودتون دیگه بهتر از من میدونید که پایش اطلاعات در اونها صورت میگیره، هیچ کدومش در میدون آزادی نیست. پس جمع شدن در میدون آزادی اولا کار بیهوده است، هیچ نتیجه هیچ ثمری برای انقلاب ما نداره جز خستگی. ثانیا میدونیه که خیلی راحت قابل کنترل و سرکوب هست. باز هم با تولید همچین کلیپ هایی در خدمتون خواهیم بود و مواردی که به نظرمون برسه رو به سمع و نظر شما خواهیم رسوند تا محتوای آموزشی دیگه. همه تون به درود میگم. خب بینندگان محترم برنامه زاگرس، سخنان جناب شهرام سبزدوره گرامی رو شنیدید. در نتیجه میدان آزادی یک مکان نامناسب برای تجمع هست و بریم بخش پنجم برنامه با سخنان جناب سروان فریبرز کرمی زند، کادر پیشین پلیس ایران، در خصوص مقایسه شرایط پلیس ایران فعلی با پلیس کانادا. جناب شورایتی گرام، ویدیو شماره 6 رو لطفا پخش کنید. سپاسگزارم. درود بر هموطنان عزیز، فریبرز کرمی زند هستم. احتمالاً دیگه الان بسیاری از شما جناب کامیار که افسر پلیس هستند در کانادا رو میشناسید. ایشون همون نیروی پلیسی هستند که لوح تقدیر خودشون رو، تندیسی رو که دریافت کردن به پاس خدمت صادقانه، به جناب سروان زارعی تقدیم کردن. الان ایشون یک ویدئوی رو از خودشون منتشر کردن در خصوص شرایط نیروهای پلیس در کانادا و مقایسه اون با شرایط کاری نیروهای پلیس در ایران و حتی بهتره بگیم با کل نیروهای مسلح، چون بقیه نیروهای مسلح هم وضعیت مناسبی ندارند. آقای کامیار خیلی کوتاه صحبت کردن ولی در همین زمان کوتاه هم به نکته های اشاره کردن که برای نیروهای انتظامی در ایران این شرایط یک رویاست. داشتم قدم میزدم و یاد پلیس های ایران افتادم. بعد گفتم که این ویدیو رو براشون بگیرم که یه مقایسه کوچیکی باشه برای پلیسای ایران که زندگی پلیس و کشورهای دیگه چه شکلیه. و من وقتی که کار میکنم، 4 روز ما کار میکنیم شیفتای 12 ساعته و 4 روز کامل هم استراحت داریم، یعنی وقتمون کامل مال خودمونه. گرچه اگه اوورتایم باشه، یعنی اضافه کار باشه، میتونیم بریم اضافه کار کنیم که اضافه حقوق بگیریم، ولی من کلا ترجیح میدم که با خانواده باشم و 4 روز آفم و 4 روز استراحتم استراحت بکنم. همکار عزیزم تو ایران، من این ویدیو رو نگرفتم که مثلا چیزی رو بخوام به رخ بکشم، میخوام اطلاع رسانی بکنم که زندگی شما چه جوری باید باشه و میتونه باشه در یک ایران آزاد، یک ایران دموکراتیک. و اینی که من همون کارو انجام میدم که شما انجام میدید و به خاطرش من نمیدونم چقدر بیشتر پول میگیرم، به احتمالاً 50 برابر با این دلار 50-60 برابر شما پول میگیرم و نصف کاری که شما میکنید هم نمیکنم و خیلی هم آسان‌تر کار من اینجا و قبول دارم که بیشتر کار میکنید و کارتون هم سخت‌تره. شرایطتون باید به مراتب بهتر باشه. برای چی نشستید؟ منتظر چی هستید؟ فکر میکنید مسئولین شما اهمیت میدن به زندگی شما؟ فکر میکنید کسی میاد زندگیتون رو عوض بکنه؟ فکر میکنید حکومت اهمیت میده به شما؟ ایشون گفتن در طی 4 روز شیفت‌های 12 ساعته دارن و بعد از اون 4 روز دیگه کاملا آف هستن، یعنی دیگه محل کار حضور پیدا نمی کنن. حالا ما ببینیم در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی شرایط نیروهای انتظامی چطوره. شیفت‌های 12 ساعته در کلانتری وجود داره، بعد از اون 24 ساعت استراحت. اما در کانادا 12 ساعت شیفت کاری به علاوه 12 ساعت استراحت با 24 ساعت آفی هم که در روزهای بعد از شیفت بهشون میخوره میشه 36 ساعت. یعنی در ایران 12-24، در کانادا 12-36. اما نکته اینجاست ما شیفت های 24 ساعت هم داریم، یعنی 24 ساعت سر کار 24 ساعت استراحت، دیگه 12 ساعت 24 ساعت. ایشون گفتن که ماهیانه حدود 50 برابر الی 60 برابر یک نیروی همتراز پلیس در ایران حقوق دریافت میکنند. اگر ما میانگین حقوق نیروهای انتظامی رو $200 در نظر بگیریم، 50 برابر میشه چقدر؟ $10,000. ایشون ماهانه $10,000 درآمد دارن. حالا مقایسه کنید با
وضعیت نیروهای انتظامی در داخل ایران با 200 دلار. همینه دیگه، کار میکشه به رشوه و فساد و خیلی هم بخوای مقاومت کنی، انسانی باشی که حلال و حرام سرت بشه از لحاظ وجدانی، مجبوری روی بیاری به شغل‌های دوم و سوم. تو دیگه یک نیروی پلیس محسوب نمیشی، تو یک فرد دیگه هستی که برای شغل دوم و سوم میای چند ساعتی هم نقش پلیس رو ایفا میکنی. ایشون از شرایط کاری گفتن و خودشون هم اذعان داشتن که شرایط کاری در ایران به مراتب سنگین‌تر از کاناداست. چرا؟ چون شما در کانادا یا در هر کشور دموکراتیک جهان وظایف پلیس در اونجا تعریف شده است. پلیس نوکر و بنده حکومتش نیست. یک وظیفه‌ای داره که تعریف شده، حمایت از مردم، مقابله با جرائم سازمان یافته، جرائم خشن. اما در ایران اینطوری نیست. در ایران پلیس عملاً برده و ابزار دست حکومت برای سرکوب مردم. حالا در کنار اونم با یه سری از جرائم هم به صورت نمادین مقابله میکنه. کسایی که در نیروی انتظامی هستن میتونن این صحبت من رو تایید کنن. شما هیچ کاری نمیتونی با یک مجرم سابقه دار یا با یک گروه تبهکار حرفه‌ای به عنوان یک پلیس برخورد کنی. عواقب زیادی داره برات. حالا اینو در یک برنامه دیگه به صورت جزئی تر خدمتتون عرض میکنم که منظور از این صحبت‌ها چیه. اما در کشورهای دیگه اینطوری نیست. شما برای خوشامد یا بقای حکومتتون در مقابل مردم قرار نمیگیرید. وظیفه شما حفظ امنیت اجتماعیه. برای همینه که در ایران شما هیچگاه اون حسی رو که به عنوان یک پلیس در کشورهای دموکراتیک جهان وجود داره در داخل ایران ندارید. چون شما ابزار دست این حکومت هستید و به شما به این چشم نگاه میکنن که فقط بایستی برای بقای آخوندها و جمهوری اسلامی تلاش کنید. نمونه واردش هم سازمان عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح است. آخوندها به چه دردی میخورن در نیروهای مسلح؟ تعدادی هم خدم و حشم دارن که اصلا نه کارشون مشخصه نه وظیفهشون مشخصه. از بیت المال هم حقوق دریافت میکنن به نوعی مفتخوریه. برای اینکه بدونید شرایط کاری در کشورهای دموکراتیک چگونه است، البته من این رو با اجازه از خود جناب کامیار میگم چون در یک مصاحبه‌ای که در شبکه ماهواره‌ای داشت خودشون مطرح کردن. من ابتدا که ایشون رو دیدم تصورم بود که نهایتا ایشون 36-37 سال سنشون بیشتر نباشه، ولی خودشون در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کردن که 53 سال سن دارن. در نیروهای مسلح ایران شما بعد از مدت زمانی به قدری شکسته میشید که در سن 30 سالگی احساس پیری میکنید. خب حالا اینها رو گفتیم، راه حل چیه؟ راه حل برای نیروهای مسلح کلن در داخل ایران اینه که از جمهوری اسلامی گذر کنند. دنیا همین نیست که شما دارید میبینید. بسیار زیباست جمهوری اسلامیه که دنیای ما ایرانی‌ها رو تاریک کرده. با گذر از اون همه ما میتونیم به روشنایی دست پیدا کنیم. خودشون در ناز و نعمت هستن، بهترین امکانات رو دارن، بهترین شرایط زندگی رو دارن، اما هیچگاه نمیذارن من و شما از زندگیمون لذت ببریم. شرایط رو طوری برای ما نگه میدارن که ما همیشه در این زندگی زجر بکشیم، عذاب بکشیم. نیروهایی که با تجربه تر هستن میتونن تایید کنن. متاسفانه دیر به این نتیجه میرسن. بعد از 26-27 سال خدمت تازه متوجه میشن که ای دل غافل چرا برای این حکومت و برای این آخوندها تلاش کردن. بعدم که میخوان بیان به نیروهای جوانتر تجربهشون منتقل کنن که بگن آقا این کار رو نکنید، دیگه کار از کار گذشته و زمان بازنشستگی و مسائل مشکلات و خانوادگی دیگه. اما نیروهای جوان الان دیگه دور شماست. نمیتونید بگید من متوجه نیستم، نمیبینم، ندیدم. دنیای اینترنته. هر چقدر جمهوری اسلامی سعی کرده که فضای دسترسی به اینترنت رو برای نیروهای مسلح محدود کنه، اما باز هم شما دسترسی به اخبار دارید، دسترسی به اطلاعات دارید. متوجه میشید که کجای این قضیه ایستادید. اصلا شما حس میکنید که یک نظامی هستید، یک پلیس هستید؟ نه. انسان حس میکنه با یک عده مزدور طرفه، بخش سرکوبگر منظورمه، که برای خاطر مقداری پول، اونم ناچیز، نه زندگیتون رو تامین کنه، حاضری دست به هر کاری بزنید.
انسانیت رو زیر پا بگذارید، شرافت رو زیر پا بگذارید، قسمی رو که روز اول خوردید برای دفاع از ایران و ایرانی زیر پا بگذارید و به ابزار سرکوب این جمهوری فاسد اسلامی تبدیل بشید. شرایط به یه سمتی داره میده که جمهوری اسلامی ماندگار نیست، یعنی خودش طوری داره به ریشه خودش ضربه میزنه که اصلا بقایی در کار نخواهد بود. جمهوری اسلامی که سرنگون شد، اون موقع است که پرونده ها بررسی میشه، چه کسانی در سمت مردم بودند و چه کسانی به شدیدترین وجه ممکنی مردم رو سرکوب کردن، هموطنان خودشون رو سرکوب کردن. درود بر شما بینندگان محترم، صحبت های جناب سروان فریبرز کرمی زند رو شنیدیم و امیدوارم که قشر خاکستری در نیروهای نظامی پلیس در کنار ملت ایران قرار بگیرن و به سوگندی که در دفاع از ملت و آب و خاک این کشور خوردن وفادار بمونن. زمان آگهی ها فرا رسیده، بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. هفته نامه فردوسی امروز، نشریه‌ای برای همه. برای اشتراک این هفته نامه وزین با تلفن 818-584-4767 تماس بگیرید. هفته نامه فردوسی امروز، مروری به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. با اشتراک خود با ما در این راه همراه شوید. هفته نامه فردوسی امروز. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تی وی خود، می توانید به تمامی سرویس های ریل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های ریل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون ریل ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به ریل ویز آگهی می دهید، همه ی بینندگان ریل ویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می‌بینند. در ریل ویز آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به ریل ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999.
پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلودیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 2 دسامبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. با درود دوباره به شما بینندگان محترم برنامه زاگرس، ویژه برنامه نیروهای نظامی. بخش ششم برنامه مربوط به سخنان جناب شهرام سبزواری گرامی از ارتشیان با غیرت، پیامی دارند به ارتشیان و نیروهای انتظامی. جناب شهراتی گرامی، ویدیو شماره 7 رو لطفاً پخش کنید. سپاسگزارم. درود به شما. شهرام سبزواری هستم، خدمتتون رسیدم که کمی با پرسنل ارتش و نیروی انتظامی صحبت. اوضاع معیشتی این پرسنل اصلا خوب نیست. من میدونم، خودتونم بهتر میدونید. تمام وعده‌هایی که این رژیم به شما داده هیچ کدومش محقق نشد. از پرسنل ارتش میپرسم، آیا اون 21 ماده طرح لبیک امروز انجام گرفته؟ آیا اون طرح امام حسن تکمیل شد؟ همه تو خونه دار شدید؟ مشکل خونه ندارید؟ مشکل اقتصادی ندارید؟ مشکل معیشتی ندارید؟ حقوقتون افزایش متقارن با تورم جامعه داره؟ چجوری اجاره خونه هاتون رو دارید بیدید؟ با 7 میلیون، 8 میلیون، 9 میلیون، 10 میلیون حقوقی که میگیرید اسنپ کار میکنید؟ یک نظامی بعد از اینکه خدمتش تموم میشه باید اسنپ کار کنه؟ مگه خدمت نظامی 24 ساعته نیست؟ مگه نباید هر زمانی آماده باشه برای اینکه بتونه بره منطقه یا هر جایی که کشور بهش نیاز داره؟ شما که درگیر قسط و وام و قرض و هزار و یک بدبختی، هنوز زیر اجاره خونه و رهن خونه کمرتون شکسته، یا دارید اسنپ کار میکنید، یا دارید نگهبانی کار میکنید، یا گارسونی حتی کار میکنید، با این پولا که نمیشه زندگی چرخون. نیروی انتظامی هم مثل شما، برای یه کارت هدیه 200 هزار تومانی، 300 هزار تومانی از اختلاس های صندوق عقیدتی ارتش بگم، از اختلاس هایی که تو بانک قوامی صورت گرفت بگم، از اختلاسی که در بانک حکمت صورت گرفت بگیم، از کدومش باید بگیم؟ صندوق عقیدتی که یک موسوی نامی، نه اون بچه آخون فرمانده کل، یک موسوی دیگه هم نام اون بچه آخون، اون اختلاس کرده بود، گندش هم در اومد، همه هم فهمیدن، ولی چون آقای حسنی، آقا که نمیشه به این گفت، آخونده که به نام حسنی رئیس سازمان عقیدت سیاسی و آل هاشم رئیس پیشین عقیدت سیاسی ارتش
پشتش ایستادن، هیچ آب از آب تکون نخوردی، آقای موسوی هم به هیچ کس جواب پس نداد و زندان مندان هم نرفت. جالبه نه؟ صندوقم منحل شد یه مدت و حالا نمیدونم اصلا وضع شد نشد، ولی وام دیگه، وام قزل‌حسنه بود که شما رو بدبختر میکنه. اون سیدیایی که بچه آخون موسوی پخش کرد براتون، نمیدونم من معیشتتون رو درست میکنم، بیاین حساب همسران باز کنید، 6 میلیون وام به شما دادن، 100 میلیون وام های 100 میلیون رو خودشون برداشتن، اون به کجا رسید؟ یا سهام صاحب تبریز رو به شما فروختن بعد از اینکه کارخونه سرپا شد ازتون پس گرفتن و پولش رو برگردوندن، پولی که علنگوی دست زن و بچه‌تون رو فروخته بودید و نمیدونم اون ماشین زیر پاتون رو فروخته بودید که دیگه مسافرکشی حداقل راحت بشید، بهتون گفتم بیاین همون پولتون رو بگیرید، در صورتی که اون پولتون 1/10 پول اصلی، پولی که اون روز پرداخت کرده بودید ارزش نداشت. یا از اختلاسی که در زمینخواری 06 بنیاد تعاون آجا انجام داد بگم، نه اونجا بلکه چیتگر، هر جا بنیاد تعاون آجا دست گذاشت سر بچه های پرسنل ارتش و کلا گذاشتن بین خودشون تقسیم کردن و فروختن، به فروختن که نمیشه گفت، دادن یه بوش سپاهی خورد و برد و یه آلیوان آبم روش، یه بخشش هم شهرداری که باز نماینده یه سپاه بود دزدید. امروز زمان انتخابه، امروز زمانیه که تو باید انتخاب کنی مردمت رو یا یه دولتی که تا امروز به تو دروغ گفته و تو سرت زد. تو وجدان خودت سر کن، تویی که برای زلزله رفته بودی کرمانشاه عشق ریختی گریه کردی، تویی که برای سیل به داد مردم رسیدی، امروز روزیه که باید انتخاب کنی محافظ اون انگلزادهی بشی که یک شب بیلیاردش، بازی بیلیاردش 3 برابر حقوق یک سال توه، یا محافظ مردمی بشی که همدرد تو هنو کف خیابونه. امروز روزیه که تو باید انتخاب کنی، تویی که نیروی انتظامی هستی باید انتخاب کنی، حمایت از اون مردمی بکنی که مثل خودتن، خواهر تو، مادر تو، زن و بچه تو قاطی اوناست و هم درد اوناست، یا اینکه فلان انگلزادهی که داره به ریش تو میخنده و تو دم درش سالن بولینگش میری نگهبانی وای میسی برای شغل دومت. باید انتخاب کنی کدوم هری؟ من نمیخوام بهت بگم تو فلان، تو باید انتخاب کنی خودت پیش خودت، وجدانت راحت کن. اونور شاید بهت یه کارت هدیه 500 تومانی بده، 500,000 تومان، نه بیشتر، بیشتر نمیده بده، خودش میخواد بخوره. یه کارت هدیه بهت بده، هیچ، تهش میخواد یه شغلی بده به بعضی ها، تازه اونم به همه نمیده. آخرش که چی؟ بچت رفت مدرسه، مخصوصا این دوستان ما که در لویزان ساکنن یا بالا شهر تهران ساکنن، چجوری روتون میشه بچه هاتون با اون لباسای اون شکلی برن پیش کسایی که پول تو جیبیه بچهشون که کنار بچه شما میشینه از حقوق شما بیشتره، یه شب خرجشون، یه شب ساندویجی رفتنشون، یه شب فالوده بستنی خوردنشون از هزینه‌ای که شما برای یک سال بچت میکنی بیشتره. چجوری میخوای الان برید تیشرت 800,000 تومان، شلوار 2,000,000 تومان، گوشت کیلو 500,000 تومان سبد خانوارتو پر کنی؟ نمیتونی به تغذیهش برسی، نمیتونی به لباسش برسی، نمیتونی، هیچ کاری نمیتونی تو بکنی، نه پدر خوبی برای بچت، نه شوهر خوب برای همسرت، چون همش درگیری، یا فکر درگیری یا خودت درگیری. کاری باهات کردن که کمرتو، ستون فقراتتو خورد کردن، نفس نمیتونی بکشی. الان باید انتخاب کنی کدوم ورشتونی. الان زمان اون رسیده، الان موقعیه که خارج از هر بازی، حتی بازی سیاسی، تو به عنوان یک نظامی قسمی که روز اول خوردی، دفاع از اون کشور و دفاع از مردم اون کشور، ببینی کجای کاریست دادی، کدوم ور انتخاب.
کارت هدیه 500 هزار تومانی بازم فلاکت، بدبختی، دربونی، بیچارگی یا پشوانی از مردم و قهرمان مردم بودن. امروز اون روزه، امروزم خیلی سخته، درکتون میکنم، سخته، ولی راهیه که باید توش قدم بذاری. خودتون دیدین، خودتون بهتر از من لفت و لیست فرماندهانو میدونید، خودتون بهتر از من بیز به پاش فرماندهانو میدونید، خودتون بهتر از من دزدی های حتی خانواده های فرماندهان مثل هیدری که داداشش کرمانشاه رو بار زده داره میبره پشتیبانی کرمانشاه رو میدونید، به اسم بازرسی کرمانشاه، یا پسرش بنز سی ال اس فلان داره، این که تازه کسی که با مهر پیشونیش رو سوراخ کرده، یا اون صالحی بودا پسرش که افتاد زندان، زرتی هم آزاد شد، دخترش هم که 100 تا هیئت مدیره رو بود، فکر کنم هنوز رئیس هیئت مدیره بیمه کوثر هم از نوندونی حسابی واسه خودشون باز کرده، سرلشکر صالحی فرمانده پیشین، یا گندایی که پسرهای اینا میزنن ماها دیگه توی پادگان ها دیدیم، مثل پسر پوردستان که اووردوز کرد، یادتونه کیش میرفت به خرج ارتش واسه خودش بریز و به پاش میکرد، عکساشو همه دیدید، حالا که مرده دستش از دنیا کوتاهه، ولی خب انگلزاده های اینا اینجوری زندگی میکردن، فرماندهان ارتش یا فرماندهان نیرو انتظامی، لفت لیستی که تو بانک قوامین کردن و کارهایی کردن حد و حساب نداره. شما پرسنل نیرو هم بهتر از من میدونی عزیزان من. این مردمی که تو کوچه خیابون میان یا احیانا، اینها همون خواهر و برادر شما، همون کسی هستن که روزی که داشتی استخدام میشدی قسم خوردی ازشون دفاع کنی. روزی که در راه معیشت شما قدم گذاشتم، تمام زندگیمو وقف کردم، یادتون باشه حق مأموریتتون رو بهتون نمیدادن، پول لباس بهتون نمیدادن، از تجمع بازنشستگان نیروهای مسلح شروع شد تا به امروز که رسید، شعار نویسیایی کردید، پول نویسیایی کردید، همش هست، حماسه آفریدید که بدونن نیروی مسلح طرف مردم ایستاده، حداقل بدنه نیروی مسلح طرف مردم ایستاده، ارتش و بخشی از نیروی انتظامی. امروز روزیه که باید انتخاب بکنید که چه میکنید. درود به ملت شریف ایران که مثل همیشه هوشیاره و مثل همیشه بیدار و با بینش درست داره اقدام میکنه، خصوصا جوانان، و امیدوارم روزی برسه که وقتی جوانان در خیابان بودن حامی بزرگی مثل ارتش داشته باشن. از ته دلم این آرزو میکنم. تا کلیپ دیگر، به درود. درود بر شما بینندگان محترم برنامه زاگرس، ویژه برنامه نیروهای نظامی. سخنان جناب شهرام سبزواری گرامی از ارتشیان با غیرت رو شنیدیم و امیدوارم که ارتشیهای با غیرت بدنه نیروهای مسلح در این انقلاب ملی در کنار ملت ایران بیستند و به سوگندی که برای دفاع از ملت ایران خوردن، برای دفاع از آب و خاک این کشور وفادار بمونند و با همبستگی و همدلی بتونیم این رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. خب همونطور که آگاه هستین، خامنه‌ای جنایتکار جاسوس روسیه، این تبهکار حمله موشکی رو به خاک کشور اسرائیل انجام داد. ما این حرکت و این اقدام خامنه‌ای رو محکوم می‌کنیم و در کنار ملت اسرائیل ایستاده هستیم
دشمن مشترک ما جمهوری ننگین اسلامی هست. پس از این حمله موشکی شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی پیامی رو منتشر کردن و در این پیام بخشی از پیامشون خطاب به نیروهای نظامی بود و نوشتن به آن بخش از نیروهای نظامی که دل در گرو ایران دارند میگویم این جنگی ملی میهنی نیست، قربانی جاه طلبی های آخر زمانی خامنه ای و وابستگان فاسد او نشوید، به رژیم پشت کنید و در کنار ملت ایران بیستید. پیام کاملا واضح است. الان همونطور که جناب شهرام سبزواری گرامی هم فرمودن، زمان زمان انتخابه. در شرایط کنونی هر کسی با رژیم تبهکار تروریستی جمهوری اسلامی داره همکاری میکنه مجرمه، مجرم، و میبایست در فردای آزادی ایران در دادگاه ملی محاکمه بشه. تمام کسانی که در سرکوب ها نقش داشتن، اینها همه اینها رو ما شناسایی کردیم، فایل همه اینها موجود هست. فکر نکنن که اینها میتوانند قصر در برن و بدون شک اینا محاکمه خواهند شد. یه ویدئویی هست جناب شهرتی گرامی از سخنان شاهزاده رضا پهلوی گرامی، اینو ببینیم و برگردیم. نکته آخر و پایانی من به همیهنانم، کسانی که سبک و عمل کرده من رو در این سالها دیدید میدونید که من اهل تبلیغ و حرف زدن نیستم. من سعی میکنم با عمل پاسخگو باشم تا با حرف. به موقع حرفم رو میزنم، ولی حرف مهمم به شما امروز این هست که بدونید آینده ایران روشن هست. چرا؟ چون شما روشن هستید. آینده ایران مثبت خواهد بود. چرا؟ که تصمیم گرفتید مثبت فکر بکنید و مایوس نشید. این مهمترین راز موفقیت هست، نه تنها حال بلکه در آینده دراز مدت. و هرگز این باور رو و اعتماد به نفس رو از دست ندید، به خصوص که این همه هزینه دادید. بگذارید لااقل این هزینه ها برای آینده کشور هزینه ای با ارزش بوده باشه، که هست. و نهایتا پیروزی از آن شما خواهد بود و من باور دارم که نور بر تاریکی همیشه پیروز خواهد بود. سپاس. خیلی متشکرم. با درود دوباره. سخنان شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایران رو شنیدید. من به شخص باورمندم و مطمئن هستم که شما ملت فرهیخته و آگاه ایران، شما نظامی ها، ارتشی های با غیرت، پلیس های با غیرتی که از بدنه نیروی انتظامی هستید و در طول انقلاب ملی هم ثابت کردید ما بیش از 3000 نفر از پرسنل نیروهای نظامی در طول 3 سال گذشته دستگیر شدند. شاید افزایش ریزش ها در نیروهای مسلح هستیم. من مطمئن هستم شما نظامیان وفادار به سوگند دفاع از ملت و کشور، شما جوانان نسل شیک پاسارگادی، با همدلی، با همفکری، با همبستگی ما میتونیم این رژیم رو با دستان خودمون، این رژیم تبهکار اشغالگر اسلامی رو از کشورمون بیرون کنیم و به زوالدان تاریخ بیاندازیم. وقت برنامه به پایان رسیده. در پایان سپاسگزارم از وقتی گذاشتین برای تماشای برنامه زاگرس، ویژه برنامه نیروهای نظامی. از جناب شهرتی گرامی کارگردان فنی برنامه بی‌نهایت سپاسگزارم، همچنین جناب مهندس شجره گرامی و خانم دکتر نقوی گرامی، دست اندرکاران برنامه تلویزیون پارس و همچنین حامیان برنامه زاگرس. با امید ایرانی آزاد و آباد تا درود دیگر، بدرود. تو امثال تو را مقتول میکردن صدا،
تو تصویر مرا به خاطر بسوار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زند...